کوکو سبزی یکی از غذاهای قدیمی و خوشمزه ایرانیه. میشه عید باشه و سبزی پلو ماهی کنارش کوکو سبزی نباشه؟ روزتون بخیر، رویا هستم، به کانال من خوش اومدین. مواد مورد نیاز کوکو سبزی رو اینجا براتون نوشتم. سبزی ها رو پاک میکنیم، چندین بار میشوریم، بعد روی دستمال آشپزخونه پهن میکنیم تا کاملا خشک بشه. علاوه بر سبزی های اصلی کوکو سبزی، من چند پر کاهو و یکی دو تا سیرم رنده کردم. اگه سیر تازه باشه چه بهتر. یه مش از سبزی ها بر میداریم، تو دستمون میپیچونیم و با چاقو روی تختی آشپزخونه شروع میکنیم خرد کردن. یاد قدیما به خیر، با مادر بزرگم که سبزی خرد میکردیم، تختشون گرد چوبی بود، به جای چاقو هم ساتور داشتن که بر چارچشمی مواظب انگشتامون بودیم. خب سبزیامونو که خرد کردیم، 6 تا تخم مرغ درشت داریم، 3 قاشق زرشک داریم که من خیسش کردم، گردو داریم که تفتش میدم و بعد خردش میکنم. بعد آرد داریم که من مخلوط آرد سفید و آرد گندم استفاده کردم. قابلمه‌مونو میذاریم رو شعله متوسط گاز، سبزیایی که خرد کرده بودیم و توی قابلمه میریزیم. تره تازه اینجا پیدا نمیشه، از تره خوش شده استفاده کردم. میتونیم برای 15 دقیقه تره رو خیس کنیم، بعد فشارش بدیم آبش کشیده بشه، به سبزیای تازه اضافه کنی. به اندازه 2 قاشق هم شنبلیله خوش شده رو اضافه کنین که عطر بسیار خوبی به کوکومون میده. وقتی که آب سبزی ها کاملا کشیده شد، کمی روغن میرسیم، برای 5 دقیقه سبزی ها رو سرخ میکنیم که رنگ سبزی هامون یکم تیره تر بشه. بعد شعله گازو خاموش میکنیم، میذاریم سبزی هامون خنک بشه. بریم سراغ تخمرغا. تخمرغا رو توی ظرف میشکنیم، با یه چنگال بزرگ یا همزن اونا رو هم میزنیم. یک قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری زردچوبه هم اضافه میکنیم. همه مواد رو با هم هم میزنیم. بعد سبزیامون که از دما افتاده رو به تخمرغایی که هم زده بودیم اضافه میکنیم. یک قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم که باعث میشه کوکومون پوک بشه و پف کنه. گردوهایی که خرد کرده بودیم و زرشک رو اضافه میکنیم. اگر زرشک در دسترستون نبود، از کرنبری که شیرین نباشه هم میتونین استفاده کنی. گردو، تردی و زرشک هم علاوه بر رنگ زیبایی که داره، یه ترشی خوبه به غذامون میده. باز همه مواد هم میزنیم. توی مایتابه روغن میریزیم. مایتابه رو میچرخونیم تا کنارهاش هم چرب بشه و دور کوکومون خوب سرخ بشه. روغن که داغ شد، مواد کوکو سبزی رو داخل مایتابه میریزیم. با پشت قاشق چوبی به مواد فشار میدیم تا سطح کوکومون کاملا صاف بشه. در مایتابه رو میبندیم، روی شعله کم برای 10 تا 15 دقیقه میذاریم بپزه. توجه کنین روغن دور قابلمه‌مون هست، یعنی از حد معمول مقدار بیشتر باید روغن بریزیم. یک طرف کوکو که سرخ شد و قهوه‌ای رنگ، یه بشقاب بزرگ گردو میذاریم، کوکو رو برمیگردونیم. بعد به آرومی کوکو رو سر میدیم از طرف دیگه توی مایتابه. 10 دقیقه دیگه اجازه میدیم طرف دوم کوکو بدونی که در ظرف رو ببندیم سرخ بشه. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم و کوکو رو برمیگردونیم. اجازه میدیم کوکو سرد بشه و به حالت سگوش کوکومون رو برش میدیم. برش های کوکو رو در ظرف سرو میچینیم. روی اونو با ماست چکیده و زرش خوشگلش میکنیم. کوکو رو با نون تازه مثل لواش یا پیتا میل میکنن یا در کنار سبزی پلو. به طور سنتی کوکو سبزی توی مایتابه درست میشه، ولی خانمای امروزی برای اینکه غذا روغن کمتری داشته باشه توی فر کوکو رو درست میکنن. کوکو رو به هر دو حالت گرم و سرد به عنوان پیش غذا، اردوف یا غذای اصلی میتونی سرو کنی. یا که با گوجه فرنگی و خیارشور و کاهو لای نون توست یا نون باگت ساندویچش کنی. به امید دیدار تا ویدیوی دیگر.